بسیاری از جوانان دختر و پسر که در تهران و سایر شهرها با اتومبیل‌هایشان در رفت آمد هستند مورد تعرض نیروهای بسیج و انتظامی قرار گرفته و با ایجاد راهبندان آنها را از اتومبیل‌هایشان پیاده کرده و به جستجو و تفتیش و تحقیق از آنها می‌پردازند. محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در گفتگو با فریده رهبر درباره قانونی بودن یا نبودن عملکرد این نیروها می‌گوید. اونچه که مسلمه مقررات و قوانینی که در جمهوری اسلامی به تصویب رسیده حداقل در ظاهر هم بدین شکل هستش که حقوق مردم رو مد نظر قرار میده، اگرچه در برخی از مقررات کیفری این واقعیت خاصیت مفقود هست. در قوانین آنجلس کیفری ما پیش بینی شده که اگر قرار هست اتومبیلی یا به هر حال مکانی یا یک جای امن و حریم شخصی مورد بازرسی قرار بگیره، حتما باید با دستور صریح مشخص و معین قضایی باشه. منظور من این هست که اگر که قرار یک اتومبیل مورد بازرسی قرار بگیره یا وارد منزلی بشه کسی به عنوان نیروی انتظامی، مقام قضایی با ذکر نشانی و مشخصات اون اتومبیل یا اون منزل یا اون محل خاص به مقامات انتظامی اجازه بده که به اونجا وارد بشن یا اون اتومبیل رو متوقف کنن و بازرسی از صورت بگیره. اما میبینیم که همونطوری که اشاره فرمودید در خیابان‌های شلوغ و پررفت آمد شمال شهر و یا در روزهای تعطیلی در مسیر راه ییلاقات اطراف تهران نیروی انتظامی و گاهی بسیج و امثال هم با ایجاد راهبندان مزاحمت‌هایی برای افرادی که عبور و مرور می‌کنند فراهم می‌کنند و این مغایر صریح قوانین موجود کشور هست. آقای آقاسی، این جوونا باید چی کار بکنن توی همچین موقعیت‌هایی و اگر برخوردی پیش اومد میتونن پیگیری بکنند؟ معمولاً جوان‌ها، اهم از مواردی که چند تا جوان پسر با هم هستن یا چند تا دختر یا دختر پسر در یک اتومبیل هستن، متوقف میشن، از اتومبیل به خارج هدایت میشن و اتومبیل اونها و گاهی خودشون شخصا مورد بازرسی دقیق قرار میگیرن. این افراد اگر که بخوان بر طبق قانون باشون رفتار بشه، میتونن مانع از این کار بشن، حتی از اتومبیل پیاده نشن و بگن که شما مجوز کتبی به ما بدید که حق دارید اتومبیل شماره فلان با سرنشینان اون رو متوقف کنید و بازرسی بکنید. در این مواردی به خاطر اینکه متاسفانه کسانی که این گونه اقدامات انجام میدن معمولا چندان اعتنایی به قوانین مقررات ندارن، ممکنه که با این افراد برخورد فیزیکی صورت بدن و در اینجاست که جرم واقع میشه و میتونن از این افراد به سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران خیابان شریعتی بالاتر از خیابان معلم مراجعه کنن و شکایت بکنن با ذکر ساعت دقیق و افرادی که در اون ساعت بودن شکایت خودشون مطرح بکنن و سازمان قضایی هم خوشبختانه به اینها رسیدگی میکنه. اما نه جوانهای ما و نه کسانی که مورد تعرض این افراد قرار میگیرن حوصله این که این مراجعات رو بکنن ندارن و به همین دلیل باعث تجربه کسانی میشن که قانون رو معمولا نادیده میگیرن. برای آگاهی از آخرین وضعیت روزنامه نگاران زندانی در ایران به نیویورک می رویم برای گفتگو با همکارم الهه هیکس، حقوقدان و گزارشگر حقوق بشر صدای آمریکا. خانم هیکس، درود به شما، جزئیات رو از شما می شنویم. منم خدمت شما سلام دارم. متاسفانه آقای دهقانپور، اخبار در جبه وضعیت روزنامه نگارانی که در زندان هستند بسیار نامطلوب هستش. خانم جیلا بنی یعقوب که خودش یکی از روزنامه نگاران سرشناس ایران هست و متاسفانه با حکم که گرفته که برای 30 سال از کار روزنامه نگاری محروم شده، اعلام کرده که وضعیت مناسبی همسر ایشون آقای بهمن عمویی نداره و آقای بهمن عمویی به 5 سال زندان محکوم شده و همسر ایشون خانم جیلا بنی یعقوب گفته که از حداقل حقوق یک زندانی برخوردار نیست. هفته گذشته سازمان خبرنگاران بدون مرز هم اعلام کرد از وضعیت آقای تاجیک به همراه سازمان عفو بین الملل عبدالرضا تاجیک که بیش از یک ماه هستش که خبری از او نبوده، ظاهرا یک اجازه داشته یک تماس تلفنی داشته باشه به دنبال فشارهای جامعه بین الملل، ولی طبق گفته سازمان های
بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران مثل آقای عیسی سحرخیز، مثل آقای زیدآبادی، آقای باستانی هنگامه شهیدی و بسیاری از خبرنگاران که گفته شده ایران بزرگترین زندان خبرنگاران در جهان هستش، وضعیت بسیار نامطلوبی دارن و از حداقل حقوقی که باید داشته باشن که در قوانین ایران هم تضمین شده روزنامه‌نگاران برخوردار نیستند. آقای دهخانپور، خانم هیکس، گزارشی آمده که دختر جوان تبریزی در ایران به قتل رسیده. سازمان حقوق بشر تا چه حد از جزئیات این مسئله آگاهی دارن و دنبال کردن قضیه رو؟ ببینید، در اخبار هم آمد از رفتار و برخورد ماموران انتظامی، لباس شخصی ها و بسیجی ها که به هیچ عنوان پاسخگو، به هیچ به هر حال پاسخگو نیستن به طور کلی، و قوه قضایی هم هرگز هیچ کس را در رابطه با ندا آقا سلطان و ماجراهایی که به هر حال دنیا شاهد بود از طریق فیلم های ویدیویی که از برخورد توأم با خشونت مقامات انتظامی با زنان و به هر حال جوانان در ایران، متاسفانه خبرهای آمده که خانومی به اسم الناز در تبریز توسط لباس شخصی ها به قتل میرسه، ولی بلافاصله میبینیم که در سایت های خبری ایران، سایت های رسمی گفته شده که دادستان تبریز و از پیدا کردن شخصی که با ظاهرا با کلت اسلحه کمری خانم الناز را به قتل رسونده، ولی آنچه که صحبت ها و شتاب زده که مقامات دادستانی تبریز نشون میده که این شخص با ماشین خانم الناز در خیابون ها بوده، و در حالی که ما سازمان‌های مستقل حقوق بشر در ایران بسته شده و مدافعان حقوق بشر در زندان هستند و خبر رسانه‌های مستقل هم نداریم، متاسفانه چون که عمل کرده نیروهای انتظامی مقامات بسیجی رو در طول سال گذشته دیدیم در رابطه با تظاهر کنندگان، خانم‌هایی که حجابشون گفته شده مقامات انتظامی رعایت نشده، اون برخوردها رو دیدیم و این جای بسیار بسیار نگرانی هستش که خانواده ها هم معمولا زیر فشار هستن. آقای دهخانپور که جزئیات رو نگن به خاطر این هستش که بسیار بسیار جای نگرانی هست از آنچه که به سر خانم الناز آمده. تشکر میکنم. الهه هیکس، گزارشگر حقوق بشر صدای آمریکا از نیویورک.